موی وزی، ابرو پیوسته و چشمای خمار، چیزایی که تعریف شده زن ایرانی توی هنر و تاریخ ایران و هر دختر 13 ساله ایران براش عادیه. مثل خودم، اما توی شهر کوچیک شمال کالیفرنیایی که بزرگ شدم عادی نبود. با اینکه اونجا به دنیا اومدم تنها ایرانی بودم و ظاهرم فرق میکرد، با بقیه بچه ها زاغ و بور نبودم و تایم نهار ساندویچ زبونم رو که در میآوردم بچه های دیگه فرار میکرد، انگار اینکه موشک خورده بود زمین. از مادرم میتونم تشکر کنم برام. از بچه های دیگه ظاهراً متفاوت بودم، ولی فکر میکنم اینا اگه بخوان با من آشنا بشن اتفاقاً میبینن که چقدر من دوست داشتنی هستم و ازم خوششون میاد. برنامه ریزی کردم که معروف ترین دختر مدرسه با من آشنا بشه، اما نمیشناختمش. چجوری میخواست این اتفاق بیفته؟ دیدم که کتابچش پر برچسب گروه راک رد هات چلی پپرز بود. رفتم خونه، آلبوم برادر بزرگم رو برداشتم، انقدر اینو گوش دادم تا آهنگ Give It Away Now رو حفظ شدم. تایمش کردم که دقیقاً همزمان ازش رد شم توی راه رو، اون منو ببینه، بشنوه و با هم دوست بشیم. با شکر خدا همین اتفاق افتاد. اما صمیمیتی که بینمون وجود آمد واقعی بود، بر اساس چیزایی که دختر 13 ساله مشترک داره، مثل عشق کلاس فرانسوی و بازی بسکت. درسته به هدفم رسیدم که بچه های دیگه مدرسه منو اذیت نمی کردن، نمی گفتن شطور سوار، اما چیز عمیق‌تری که یاد گرفتم این بودش که با هر کسی میتونستم ارتباط برقرار کنم، هر چقدر از من متفاوت بود. چیزی که تو زندگیم خیلی منو کمک کرد، تونستم دوستای خوب پیدا کنم توی دانشگاه، توی دکترا و هر جای دنیایی که زندگی کردم ارتباط برقرار کردم. اما همیشه حس میکردم که من از بقیه متفاوت هستم. به من میگفتن زورگو، اگرسیف هستی، فیلتر نداری، حرف دلتو میزنی. منم فکر میکنم مثل ابرو و ساندویچ زبون این بخش ایرانی بودنم بود و تصور میکردم که بیام ایران تمام مردمشون حرف دلشونو میزنن و من احساس آرامش میکنم. با انگیزه اومدم شهید بهشتی دانشگاه ادامه تحصیل بدم با هدف اینکه برگردم آمریکا تدریس تطبیقی کنم. استاد بودن چیز خوبی بود، ولی هدف اصلی من بودش که بیام اینجا خودم رو کشف کنم و برای اولین بار توی جامعه باشم که بقیه مردمم حرف دلشون رو بزنن. اینجا جاست که باید بخندین، چون خودتون بهتر از من میدونین که ایرانی ها حرف دلشون رو اصلا نمیزنن و حتی حرفایی که بزنن منظورشون مشخص نیست. به این میگن تعارف. لغت متشکرم هم یعنی مرسی، هم یعنی بله، هم یعنی نه. من کاملا گیج شده بودم از یه دعوت به شام تا یکی میگفت میام کمکت اساس کشی. نمیدونستم واقعی بود یا تعارف. باز دوباره من متفاوت بودم، اما این دفعه توی دنیای متفاوت بودم.
همه چی تو ایران برام غریب بود. ترافیک انقدر ترسناک بود که من پشت تاکسی چشامو میبستم. وای میسادم تو سوپر و بغال، فکر میکردم صف بود، مردم میامدن و میرفتن قبل از اینکه سفارش نما دادم. زنگ میزدم 118 قبل از اینکه شماره بدم گوشی رو قطع میکردم. فکر میکردم که میامدم ایران مثل همه میبودم. اما تونستم تو زمانی که متفاوت بودم از بقیه، میدونستم چی کار بکنم. با مردم ارتباط برقرار کنم و شروع کردم حرف زدن. با همه حرف زدم. هر جایی که رفتم فقط حرف زدم. با نووا حرف زدم. با سوپری حرف زدم. با داروساز حرف زدم. و با راننده تاکسی حرف زدم. از همه این داستان‌های مردم برای من واقعی‌تر شدن آدم‌های ایران. و از داستان اونا تونستم داستان خودم رو کشف کنم. می‌دیدم که اونقدر متفاوت نبودیم. اما تفاوت‌هایی که وجود داشت ربطی نداشت به ایرانی بودنم یا آمریکایی بودنم. این زورگوی من باعث شد که بدون ترس پاشم بیام ایران زندگی کنم و برم با غریبه تو خیابون حرف بزنم. شروع کردم این چیزایی که قبلا منفی حساب می شد و به عنوان مثبت می دیدم، به عنوان شجاعت می دیدم. و زمانی که اینا تونستم مثبتش بکنم، کار مثبتی هم باش تونستم انجام بدم. با صفحه اینستاگرامم Stories of Iran داستان‌های مردم، تاریخ، طبیعت ایران رو تعریف می‌کنم که بقیه دنیا بتونن ارتباط برقرار کنن با یه کسی که هیچ آشنایی شاید نداشته باشه با ایران، یا یه کسی که خود ایران زندگی می‌کنه ولی چیزای و تفسیری که من دارم رو نداشته باشه. برای اولین بار به هدفم تو زندگی رسیدم و کاری که دوست دارم دارم می‌کنم. اما دو تا داستان باعث شد که من به اینجا برسم. اولین داستانش من همکلاسیم دانشگاه شهید بهشتی فرزانه. قبل از اینکه با فرزانه آشنا شدم، دختر چادری از نزدیک نمیشناختم. تفسیرم فقط از چیزایی بود که توی خیابون تهران دیده بودم از دور، یا توی خبر و اخبار غرب دیده بودم. چون این تفسیرم مثبت نبود، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بتونم اینقدر صمیمی بشم با یک کسی مثل فرزانه. اما جالب اینجاست که دقیقاً فرزانه شد ناجی من. انگلیسیش اینقدر خوب بود، ترجمه می‌کرد لغت‌ها و مفهوم‌های حقوقی که بلد نبودم. و سختی‌های زندگی روزمره از تعارف تا ترافیک برام دلایل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی میداد که درکم بیشتر بشه. دوست صمیمی شدیم، در مورد همه چی حرف زدیم. از چیزای ساده مثل سریال فرندز تا چیز عمیق مثل فرزانه میخواست عاشق بشه، میخواست خانواده تشکیل بده و کنارش میخواست یه شغل خوب توی حقوق داشته باشه. میدیدم من و دوستام توی غرب انقدر متفاوت نیستیم تو خواستامون و نیازامون از فرزانه. و وقتی برگشتم آمریکا تدریس تطبیقی بکنم، این داستان فرزانه با من موند. میخواستم به همه دنیا بگم که انقدر خواسته و نیازهای مردم دنیا متفاوت نیستن. و نه تنها که اون تفسیر منفی غرب رو از بین ببرم، ولی اینکه یه ارتباط عمیق‌تری بتونم پیش بیارم. همینی که چیزایی که تو کلاسم یاد میدادم در مورد تنوع ایران، آب و هواش، مردمش، جیوگرافیش از نزدیک ندیده بودم. چون میدونی وقتی حقوق میخونی زیاد از خونه و دانشگاه نمیری بیرون.
تصمیم گرفتم برگردم ایران. 30 روز به خودم وقت دادم که کل کشور رو سفر کنم و برم دنبال اون داستانام مثل فرزانه که به بقیه دنیا هم بگم. 30 روز زمان کمیه که کل این کشور رو ببینیم، اما تونستم 36 تا شهر توی 22 تا استان و 3 تا جزیره ببینم و بهترین تجربه زندگیم بود. یک شب توی غار 8000 ساله خوابیدم توی میمند، آتیش 1500 ساله دیدم توی یزد، لباس قاجاری پوشیدم توی نیشابور و فالمو تو حافظیه شیراز خوندن. میونه تمام این تجربه‌های مثبت که باعث افتخار من شد تو ایرانی بودنم، چیزی که بیشتر از همه برام تأثیر گذاشت داستان‌های مردم ایران بود که بسیار خونگرم بودن و تعویلم می‌گرفتن. به خصوص یه داستان یه جهانگردی به نام بهمن تو جزیره هرمز. اینجا می‌بینین فرش شنی. رفته بودم که فقط اینو ببینم، رسیدم اونجا بارون نصفشو برده بود. قبل از اینکه ناراحت بشم تو دور یه کسی رو دیدم، شبیه این عشایرایی بود که تو کتاب خونده بودم و عکسشو دیده بودم. چون دنبال یه همچین شخصی بودم بدون اینکه فکر کنم دویدم پایین پلا اونور ساحل تا رسیدم لب آب. بعد یادم اومد حرفایی که دوستان قبل از سفر بهم زده بودن. مراقب باش، عکس بدون اجازه نگیر، انگلیسی حرف بزن که بیشتر تحویلت بگیرن. منم دوربینم رو نگه داشتم بالا، گفتم توریستی پیکچر پیکچر. آقای برگشت به من نگاه کرد، گفت You want a picture for what؟ بهمن نه تنها انگلیسی بلد بود، فرانسوی، اسپانیولی، آلمانی و زبونهای دیگه. معذرت خواهی کردم، فارسی حرف زدم و توضیح دادم که داشتم دنبال داستان میگشتم که داستان خودم رو کشف کنم. و تعریف کرده بود که با اینکه تهران به دنیا آمد و بزرگ شد، دانشگاه هم تحصیل کرده بود، کل دنیا رو سفر کرده بود، فقط هم با چادر سفریش. هدفش بود که با طبیعت وصل بشه. میگفت که میخواست شبا زیر ستاره ها بخوابه، صبحم با آفتاب بیدار بشه. همون جوری که از چادر فرزانه متفاوت بودم، از چادر بهمنم متفاوت بودم، اما هنوز تونستم ارتباط برقرار کنم بهش. با وجود اینکه هیچی نداشت، همه چی رو داشت. توی وجودش آرامش و خوشحالی معلوم بود. و اون چیزی که اون داشت من میخواستم. نه به معنای اینکه فرداش پاشم برم جهانو ببینم با چادر. من بدون سشوارم هم نمیتونم سفر کنم. اما تصمیم گرفتم که اگر بهمن میتونه یه همچین فداکاری بکنه و چیزاشو از دست بده که این زندگی که میخواد و داشته باشه، منم میتونم فداکاری کنم. تصمیم گرفتم بر نگردم آمریکا به شغلم به عنوان وکیل و راه آسونی که داشتم میکردم. به جاش بمونم ایران و برم دنبال داستانهایی که منو صدا میکردم. با اینکه ته این مسیر رو نمیدونستم. اولین بار بود تو زندگی که مسیر زندگی که میخواستم رو شروع کردم. تا اینجاش سخت بود، آسون نبود. زندگیمو ول کردم، همه چی رو گذاشتم، اومدم تا ایران
تو کل ایرانم رفتم سفر کردم و تو داستان گرفتن از یه آدمی که تحویلم نگیره مسخره کنه تا یه آدمایی که منو دنبال کردن خیابون که عکسشونو پاک کنم. این شکستا رو خوردم اما ناامید نشدم، به خاطر اینکه ترجیح میدم شکست بخورم تو مسیری که میخوام تا اینکه اصلا شکست نخورم و تو مسیری که نمیخوام باشم. اول اومدم ایران یکسان بشم با جامعه. این اتفاق نیفتاد. رفتم دنبال داستانهای مردم و از طریق داستانهای اونا تونستم داستان خودم رو کشف کنم. و وقتی که تفاوتامو قبول کردم به عنوان پوان مثبت، دیگه هدفم نبود یکی بشم با جامعه، جایگاه خودم رو داشتم. حالا شما نباید برین یه دنیای دیگه یا حتی کل ایران رو سفر کنین. البته پیشنهاد میدم، خیلی عالیه. همین جایی که هستین تو زندگی روزمرتون با مردم حرف بزنین، تو بازار، تو مترو، تو گل فروشی حرف بزنین، ارتباط برقرار کنین. از داستانای اونا شاید تونستین داستان خودتونو کشف کنین. حداقلش براتون آشناتر میشن و دفعه بعد که یکی تو ترافیک پیچید جلوتون رقیبتون نیست. همین الانم برگردین به بغل دستیتون. نیازی هم نیست برین خونه آهنگ Red Hot Chili Peppers رو حفظ کنین. فقط کافیه که بگین سلام. مرسی.